یک ماه قبل طالبان که در افغانستان حدود 20 ماهی حکومت تشکیل داده است به زنان افغانستان اجازه کار در دفاتر سازمان ملل در این کشور نداد. سازمان ملل بلافاصله اعلامیه تندی داد و ابتدا برای چند روز و سپس برای یک ماه فعالیت دفاتر خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآورد. اکنون پس از گذشت یک ماه از زمان تعیین شده، طالبان ممنوعیت کار زنان افغان را در دفاتر این سازمان لغو نکرد. اما سازمان ملل اعلام کرد فعالیت خود را در افغانستان ادامه می‌دهد. دفاتر این سازمان بدون حضور کارمندان زن افغانستانی دوباره باز می‌شود. طالبان پیش از این بارها سازمان ملل را به نقض بی‌طرفی متهم کرده و گفته بودند دنیا با زبان زور با افغانستان صحبت نکند. امر واضح و معلوم است که سازمان ملل متحد یک پوش و پوشه ای هست برای تحرکات و سیاست های امریکا و غرب، بیشتر از این چیزی نیست. امریکا رو خواستن با حکومت جدید افغانستان کمی جرامت کنن، با سازمان ملل متحد با ادارات مربوطش بالاجه کن نرمتر پیش آمدن. وقتی خواستن که کمی سختی کنن، باز با تحریم های اقتصادی و لهجات تند و تیز سازمان ملل بود. از اون خاطر فکر میکنم که آمریکایی‌ها و غربی ها این فهمیدن که اگر با زبان تهدید و با لهجه تهدید و تحریم با حکومت جدید و فعلی افغانستان پیش برن، حکومت جدید افغانستان گردن نمیگذاره. البته در یک ماه اخیر شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای نیز علیه طالبان و برخی سیاست‌های آنها از جمله ممنوعیت کار و تحصیل زنان افغانستان صادر و اخیراً نیز در نشستی در دوحه قطر دوباره بر این موضوع تاکید کرد. اما هیچ کدام از آنها باعث نشد حکومت افغانستان از سیاست‌های خود کوتاه بیاید. همانطور که طالبان در ابتدای ورود خود به کابل در پاسخ به سوالی در نشست خبری اعلام کردند بر همان ایدئولوژی سابق خود بدون تغییر پایبند هستند. این سوال به اساس ایدئولوژی و مفکوره و یا عقیده و باور شوه تفاوتی وجود ندارد. بر اساس گزارش‌ها سازمان ملل در افغانستان 3300 کارمند محلی دارد که از این تعداد حدود 400 نفر زنان هستند. طالبان در حالی که همچنان به درخواست‌های سازمان ملل پاسخ منفی می‌دهند، از طرف دیگر هم انتظار دارند تا کرسی نمایندگی افغانستان را در این سازمان در اختیار بگیرند و از افغانستان نمایندگی کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.